خب سلام خدمت همه دوستان عزیز، من امروز تصمیم گرفتم که ویدیویی رو تهیه کنم در رابطه با برخی تابلوهایی که تو آلمان وجود داره. تا اونجایی که به ذهنم برسه چیزی رو که ببینم حتما ضبط میکنم و در اختیار همه قرار میدم. اول از همه به فکرم رسید که در مورد آبکنیک نفورفاتشت خواسته براتون ویدیو تهیه کنم که خیلی مهمه تو آلمان که قانون این چهار راه رو بدونیم که چه جوری هست و چرا تصادفاتی که تو این چهار راه میشه خیلی 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 کمه. همونجور که توی تصویر داریم میبینیم، تابلوی فورفارت اشتغاسه رو داریم میبینیم که زیرش یه دونه سوزاز شیلده که به ما نشون میده که خیابون اصلی به سمت چپ میپیچه. خیابون اصلی که مستقیم نیست، میپیچه به سمت چپ، که به آلمانی بهش میگن آبکنیکن فورفارت اشتغاسه. وقتی که ما به این تابلو میرسیم و خیابون اصلی رو میبینیم که به سمت چپ میپیچه، تو این چهار راه ما موقعیت اول رو داریم و در حقیقت پوزیسیون یک رو داریم. یعنی هر طرفی که بخوایم بریم، چه مستقیم بخوایم بریم، چه چپ بپیچیم، چه راست بپیچیم، حق تقدم با ما هست و بقیه باید برای ما صبر بکنن. اصطلاحاتی و ممتحنای آلمانی به کار میبرن واسه آبکنیکن فورفارتشتراسه سر امتحان، که بعضی وقتا من دیدم بچه‌هایی که مخصوصاً هموطن هستن، فارسی زبان هستن، استرس میگیرن، میگن نکنه نفهمیم، گرچه ما توی فاشتونده هایی که داریم حتما براشون میگیم، ولی باز هم فراموش میکنن شاید بعضی اوقات. به خاطر همین گفتم که این اصطلاحات رو اینجا مطرح کنم که تو ذهن شما بمونه که پروفه ها یا ممتحنا چی میگن به شما. مثلا میگن که وی وون دی فورفارتشتراسه فولگن اون لینکس وایتافن، یا اصلا نمیگه لینکس وایتافن، میگه وی وون دی فورفارتشتراسه فولگن، یا میگه وی ماخن دی فورفارتشتراسه وایتا، یا وی بلایبن اوف فورفارتشتراسه. هر سه تاش معنیش اینه که ما میخوایم تو خیابون اصلی بمونیم و سمت چپ بریم و راهنما حتما باید زده بشه توی خیابون که جهتی رو که میخوایم بریم به بقیه نشون بدیم. اگر مستقیم بخوایم بریم، با همون سرعت 50 کیلومتری که داریم ادامه میدیم راهمون و مستقیم میریم. همونطور که گفتم بقیه باید وایسن. گهگوداری شده که بعضی بچه ها یه ذره میترسن و ترمز میکنن. دیدم سر امتحان که ممتحن میگه که وقتی بچه ها ترمز میکنن میگه که به راه خودتون ادامه بدین، ما نمیخوایم قانون جدیدی رو کشف کنیم، یعنی نمیخوایم حق تقدم به کسی بدیم، راهمون ادامه میدیم. اگر خواستیم باز به سمت راست بپیچیم که راهنمامونو که طبق معمول میزنیم، شولتابلیک و مواظب دوچرخه و آبر پیاده هستیم و به قول معروف کسی نبود میپیچیم و میریم. این در مورد پوزیسیون یک بود توی چهار راهی که آبکنیکن فورفارتشتراسه هست. نگاه کنید این ماشین الان نه ترمزی کرد نه هیچی، با 50 تا رفت. مثلا این نمونه خوبی بود که الان از جلومون رد شد و دیدیم. حالا موقعیت‌های بعدی را هم هر کدوم فیلمشو میگیرم و همه رو با همدیگه سعی میکنم توی مجموعه کامل توی یوتیوب بذارم که شما ببینید و ازش استفاده بکنید و امیدوارم که کمکتون بکنه. خب دوستان، تو موقعیت بعدی اومدم، تو موقعیت دو اومدم که به قول معروف خیابون اصلی به سمت راست پیچیده میشه. اینجا ما پوزیسیون دو رو داریم، معنیش اینه که به سمت راست تو خیابون اصلی بخوایم بمونیم که میپیچیم سمت راست، البته با راهنما، یعنی راهنما باید روشن بشه و هدفمون و جهتمون رو باید نشون بدیم به بقیه. ولی مستقیم و چپ که میخوایم بریم، حتما باید اون وسط دم اون خط بریده اول پشتش نگه داریم، سمت راستمون که شماره یک هست رو مواظب باشیم و اجازه بدیم که عبور کنه هر طرفی که خواست بره. بعد نوبت ما میشه، میتونیم مستقیم و چپ بریم. حالا یه نکته اینجا وجود داره که ما اگر مستقیم بخوایم بریم، حتما باید دقت کنیم که اگر ماشین از سمت راستمون نیومد، حواسمون به آبر پیاده و دوچرخهی که همون طرف خیابون رو میخواد رد بشه باشیم و اگر بود همین وسط پشت خط بمونیم، نه اینکه چهار راه رو رد کنیم اونور خیابون بزنیم رو ترمز، که اگر تو این هین از سمت راست ماشین بیاد، ما به آلمانی میگن فکیز به هیندرونگ داشتیم و ممکنه که اگر پلیس باشه و باعث به قول معروف جریمه باشه، اما مقصر هستیم دیگه تو این قضیه. فکیز به هیندرونگ پاراگراف 1 اشتراسن فکیز اوردنونگ میتونه که
جریمه داشته باشه. پس این شد موقعیت دوم. وقتی خیابون اصلی به سمت راست میپیچه، ما تو پوزیسیون دو هستیم. حالا تا موقعیت بعدی رو الان براتون باز توضیح میدم. خب دوستان عزیز، اومدیم توی موقعیت سوم. اینو براتون توضیح بدم که چرا اینجا موقعیت سوم. سمت چپمونم یه خیابون هست اگر دقت بکنید. اینجا چهار راه دیگه در حقیقت. تابلویی که ما الان داریم میبینیم اینه که حق تقدم رو بدیم. اینو هممون میدونیم. اون تابلویی که پایینش اومده میگه آقا اون خیابون اصلیه که میپیچه، آبکنیکن میکنه. دو تا خط اگه دقت بکنین باز اون پایین خط زخیم هست. خط پایینیه که خود ما هستیم، مال همین خیابونی که الان من خودم مثلا توش وایسادم. خط باریک سمت چپ به ما نشون میده که آقا سمت چپ ما یه دونه خیابونه و طبق قانون آلمان سمت چپ باید مواظب ما باشه، یعنی به ما حق تقدم بده. از اونجایی که رشت فور لینکس داریم، ما سمت راست اونا میشیم. به این دلیل ما پوزیسیون 3 رو داریم، یعنی وای میسیم 1 و 2 که رفتن، بعد نوبت ما میشه. اون خط مقطعی که اون جلو هست و که میبینیم، اونو بهش به آلمانی میگن وارتلینیه، یعنی اونجا شما باید ناخواسته راه تو، رانندگی تو، حرکت تو متوقف بکنی و حتما نباید مثلا استوب بکنی. کسانی که تجربه رانندگی دارن، چرخهای ماشین همینجوری میچرخه یه ذره، نگاه میکنن کسی نیست، میرن. در حقیقت هالتلینیه نیست، خط ممتد نیست، که اونم توضیح میدم حتما خدمتون. حالا ما اگه سمت راست بخوایم بپیچیم این تقاطع رو، دیگه با شماره 2 کاری نداریم، مواظب اون شماره 1 هستیم که از روبرو میاد. باز اگه اون راهنما نزنه، یا اگر به سمت راست خودش راهنما بزنه، باز ما میتونیم مستقیم بریم یا سمت راست بپیچیم، البته اگر شماره 2 نبود. اینم موقعیت 3 بود که گفتم براتون توضیح بدم. ببینید این ماشین قرمز چرخاش در حال حرکت بود، دومیه رو نگاه کنید، همینطور ماشین نبود، رفت، یعنی استوپ کاملی وجود نداره. میتونیم خیلی یواش بشیم، نگاه کنیم، کسی نبود، بریم. این گفتم که خدمتتون. اینم موقعیت سوم بود که گفتم براتون توضیح بدم. حالا میریم تا پوزیسیون چهارم. خب دوستان عزیز، اینجا موقعیت چهارم هستش، یعنی ما اینجا توی این چهار راه آخرین نفر هستیم که اجازه حرکت داریم. تابلو رو که میبینیم، طبق اون تابلو مجددن ما باید حق تقدم بدیم. تابلوی پایینش به ما میگه که خیابون اصلی به چه صورت هستش. خط پایین خود ما هستیم، خط سمت راست خیابون سمت راستمونه. حالا ما از اینجا که میایم، باید بریم دم اون خط وارت لینیه که تو پوزیسیون 3 براتون توضیح دادم استوب کنیم، کامل متوقف میشیم، به دلیل اینکه شماره 1مون از سمت چپ یهو با 50 تا میاد مستقیم میخواد بره. نگاه میداریم قشنگ چپ راست مستقیممون رو نگاه میکنیم، عابر پیاده دوچرخه نبود، بعد اجازه حرکت داریم. اگر ما مثلا سر امتحان یا همین جوری که خودمون رانندگی میکنیم دقایقی هم اینجا وایسیم، هیچ کس به ما نمیگه که آقا چرا شما مثلا اینقدر وای میسی. اصلا کسی مخالف این قضیه نیست، مخصوصا اینجا که تو آلمان به قول معروف، به قول خودشون زیشافارن، مطمئن رانندگی کردن. خیلی مهمه که کسی رو ما به خطر نندازیم و کسی رو صد راهش نشیم، براشون خیلی مهمه. حالا ما اگه اینجا خواستیم سمت راست بریم، دیگه با پوزیسیون 3 کاری نداریم، که فقط مواظب شماره 1 و 2 هستیم، یعنی چپمون و مستقیممون. اگر نبودن راحت میپیچیم میریم سمت راست، ولی اگر که بخوایم مستقیم بریم یا چپ بریم، حتما باید هر سه تا رو اجازه عبور بهشون بدیم و بعد خودمون حرکت کنیم و بریم حالا هر طرفی که میخوایم بریم. این بود که گفتم خدمتون توضیح بدم. اینم پوزیسیون 4ه. البته چهار راه با چهار راه فرق میکنه، بستگی داره که چه تابلوهایی باشن. بر اساس تابلو به هر حال ما تصمیم میگیریم توی چهار راه های آبکنیکند. زویزو تابلو هم نباشه که معلومه قشفول لینکسه و اون جریانش فرق میکنه. حالا چهار راه دیگه ای وجود داره که اون باز توسط چهار راه ها موقعیت ها تغییر کرده، که میخوام الان برم اونا را هم براتون ویدیوشو بگیرم که متوجه بشین که جریان چجوری. خب دوستان عزیز، توی این تقاطعی که الان اومدیم،
باز هم همون آبکینیکن فورفارت اشتغاسه هستش که موقعیت ها یکم تغییر کرده با هم دیگه. وقتی که از همین سمتی که من وایستادم میایم، برای دوستانی که تو آلمان رانندگی نکردن شاید یکم تشخیص این که خیابون اصلی کجا باشه سخت باشه، به دلیل اینکه این تابلویی که الان جلوی من هست و میبینن میگن خب خیابون اصلی دیگه، بریم مستقیم، و این جاییه که اشتباه میکنن و ممکنه که باعث تصادف بشه. اگر دقت بکنین سمت چپ تصویر اون تابلوی فورفارت گیورن هست که پایینش دوباره اون تابلوی با خط ضخیم هستش. اون تابلو به ما میگه که آقا خیابون اصلی اون خط ضخیمه است، یعنی همون اون آبکینیکنده هستش، نه این تابلویی که ما الان وسط دوربین داریم میبینیم. به قول بچه ها تابلوی راکته مثلا ما بهش میگیم که بچه ها راحت تر بتونن تو حافظشون نگه دارن. پس خیابون اصلی این نیستش که الان ما توش هستیم، اون خط ضخیم به ما میگه که خیابون اصلی اونه، همون آبکینیکنده فورفارت اشتغاسه. حالا موقعیت یک و دومون پس مشخصه، به دلیل اینکه خیابون اصلی معلوم شد کدومه. یک اونیه که از سمت چپ میاد و میپیچه سمت چپ خودش، و موقعیت دو اونیه که از روبرو میاد و خیابون اصلی به سمت راست میپیچه. یعنی اینجا تکلیف موقعیت یک و دو مشخص شده الان، یعنی ما فهمیدیم که خیابون اصلی کدومه. حالا این تابلویی که الان داریم با هم میبینیم که اینجا جلوی ما هستش، تابلوی راکته، دوستان اینجوری تعبیر میکنن که بله این تابلو میگه که ما حق تقدم به نسبت به چهارای بعدی داریم. بعد من ازشون میپرسم توی مثلا فارتی که با هم دیگه میریم، خب چهارای اصلی کدومه، چهارای بعدی کدومه؟ فکر میکنن دوستان که مثلا اینجا رو باید رد کنن، یه چهارای دیگه که اومد بعد تازه اون چهارایه، در صورتی که اینجوری نیست. معنی این تابلو اینه که شما نسبت به اولین خیابون بعد از این تابلو مستقیم سمت راستتون حق تقدم دارین، که میشه همین خیابون سمت راستی که الان هممون داریم میبینیمش. شما میشی پس اینجا موقعیت سه، و اگر دقت بکنید سمت راست ما اون بر خیابون داریم تابلوی اشتوبشیلد رو میبینیم. جایی هم که اشتوبشیلد هست دیگه مشخصه دیگه، همه باید استوب کنن و حق تقدمی وجود نداره. بنابراین توی این چهار راه موقعیت سه و چهار جاشون تغییر کرده بر اساس تابلوهایی که وجود داره. توی چهار راه قبلی که خدمتون نشون دادم موقعیت سه و چهار جفتشون تابلوهاشون یکی بود، یعنی فورفارت گیورن بود که اونجا رشت فور لینکس حاکم شد و تکلیف سه و چهار معلوم شد. الان این آقا رو دیدید مستقیم رفت، بخاطر اینکه ماشینایی که از روبرو میومدن راهنما نزدن و کسی هم از سمت چپ نیومد، اینا هم که استوب کردن دیگه. حالا اینا چون تجربه رانندگی دارن، سالها رانندگی کردن، یکم به قول آلمانی‌ها فلوسیگار رانندگی میکنن، نرم و روونتر رانندگی میکنن و همه بلدن که داستان چیه و همه قانون رو بلدن، کسانی که اینجا گواهینامه گرفتن. این چهارراهی بودش که خیلی مهمه و گفتم که براتون ویدیوشو بگیرم که شما نگاه کنید و یاد بگیرید که به چه صورتی هستش. سر امتحان منتهی میگه آقا 45 دقیقه تا 55 دقیقه، قانونن 55 دقیقه شده امتحان، شما تمام تمرکزتو بذار بر روی این که به ما نشون بدی که تمام قانونهای اینجا رو بلدی، دیگه چیز خاص بیشتری از ما نمیخوادش. بنابراین توجه کنید و یاد بگیرید قانونا رو که بعدن هم که گواهی نامتونه گرفتین دوچار تصادف و مشکل نشید. حالا تا بقیه مسائل رو براتون توضیح بدم سعی میکنم که تابلوهای دیگر رو الان دوباره ویدیوشو بگیرم و به اشتراک بذارم که شما هم ببینین و یاد بگیرین. خب دوستان، در مورد تابلوهای ترکیبی که تو آلمان وجود داره میخواستم براتون توضیح بدم. روبروی ما یه تابلوی سیتایی هست که بالاش گفارسایشن یا همون تابلوی عابر پیاده است، عبور عابر پیاده است، و دوتاش با هم اینا معنی میده که به آلمانی بهش میگن که کومیناتسیونز شیلد. معنیش اینه که جایی که من وایستادم سرعت من 50 تاست تو خیابون اصلی که دارم میام، به این تابلو که میرسم باید 30 تا برم تا پایان تابلوی بالایی. حالا تابلوی بالایی میتونه مثل اینجا فوسگنگا اوباوگ باشه، میتونه باوشتله باشه مثلا جایی که کارگرها کار میکنن، میتونه آمپل باشه، میتونه
فرنگت فاربان باشه، یعنی جایی که خیابون باریک میشه، میتونه خیلی چیزا باشه که معنیش اینه که بعد از تابلوی بالایی اگر تابلوی نیومد شما میتونید مثل سرعت قبل از تابلو به راه خودت ادامه بدید. یعنی مثلا اینجا 50 تا هستش، من به این تابلو میرسم، 30 تا میرم تا عابر پیاده، از همینجا میبینیم دیگه بعد از عابر پیاده هیچ تابلوی نیومده، یعنی من دوباره به اتوماتیک آف هیبل میشه و میتونم مثل 50 تایی که قبلش میومدم با همون 50 تا برم، که بارها شده که بچه‌ها فراموش میکنن سر امتحان ممتحن ازشون میپرسه که شما چه سرعتی رو میتونی اینجا بری، که اگر فراموش بکنن میگن 30 تا، در صورتی که همچین چیزی نیست و ممتحن بهشون میگه نه 30 تا نیست، شما میتونی اینجا با 50 تا به راه خودت ادامه بدی. بارها شده هممون رانندگی شاید کرده باشیم، اونایی که گواهی نامه دارن مخصوصا توی اتوبانا دیدیم که باشتلس کارگر رو کار میکنن، تابلو وجود داره که مثلا آقا 100 تا برو، بالاش هم تابلوی باشتله هستش، بعد بعضیا نمیدونن یا فراموش میکنن یا جاهایی میرن که زبان آلمانی هست براشون سخت متوجه بشن جریان چیه، بعد از اینکه باشتله تموم شه خودشون از خودشون میپرسن خب الان من چه سرعتی رو باید برم، در صورتی که قانونش اینجوریه که وقتی دیگه تابلوی نیست که آقا همون مثلا 100 تا رو برو، میشه همون سرعتی که قبل از تابلو ما میومدیم میریم، حالا هر سرعتی که بوده. این قانون کمبیناسیون شیلد بود که به ذهنم رسید که براتون توضیح بدم و مطمئنم که به دردتون میخوره و کمکتون میکنه. خب دوستان، در مورد گرون فایل شیلد میخواستم براتون توضیح بدم، چون ما گرون فایل شیلد داریم و گرون فایل لیشت داریم. شیلد میشه همینی که الان ما میبینیم، یعنی تابلو، معنیش تابلوه. الان آمپل قرمز، بغلش میبینید یه تابلو فایل مانندیه به سمت راست، تابلو هستش، چراغ نیست، باید دقت کنید. قانون این چیه؟ که تو مسیر امتحانی هم ممکنه که بعضی از ممتحنها یهو ببینن آمپل قرمز و به کسانی که امتحان دارن بگن که خب آمپل قشت، یعنی چراغ رو میریم سمت راست. دقت بکنید، وقتی که چراغ در حقیقت آمپل قرمزه، ما باید دم این خط هالت لینی که الان این جلومون سمت چپ میبینیم رو زمین، خط ممتد، باید اونجا نگه داریم استوپ کامل، چون آمپل قرمزه، چراغ قرمزه. اون تابلوی سمت راست به ما میگه که وقتی که آمپل قرمزه ما اجازه داریم بپیچیم سمت راست، یعنی معنیش زمانی، در حقیقت زمانی معنی میده که چراغ قرمزه. وقتی چراغ سبزه که نرماله، همه چی نرماله. وقتی چراغ قرمزه ما اجازه داریم بپیچیم سمت راست، ولی پیش زمینش اینه که ما دم خط ممتد حتما استوب کنیم، مثل استوب شیلدمون 3 ثانیه‌مون رو تو دلمون مثلا بشماریم، نگاه بکنیم از سمت چپمون ماشین نیاد یا از جلومون عابر پیاده یا دوچرخه رد نشه، با احتیاط کامل بپیچیم سمت راست و بریم. پس متوجه شدین این زمانی معنی میده که چراغ قرمزه. اینم گفتم توضیح بدم خدمتون گرون فایل شیلد رو، که بدونین که قانونش چیه و چجوری رفتار میکنیم. خب دوستان، در مورد گرون فایل لیشت باید بهتون بگم که این فلشی که میبینیم الان قرمزه، آمپل قرمزه، فلش هست توش. وقتی که ما الان سبز میشه میخوایم به سمت راست بریم، اصلا احتیاجی به این که بخوایم شول تا بلیک بکنیم یا مواظب کسی باشیم نداریم، خیلی راحت میپیچیم میریم، چون جهتی که ما میریم تمام چراغ‌های قطار و عابر پیاده و همه چی قرمزه و به آلمانی بهش میگن زوگیش آب بیگن. زوگیش هم به معنی این نیستش که مثلا با 100 تا سرعت بپیچیم، منظور اینه که بلافاصله بپیچید و برید، به خاطر اینکه ترافیک رو رهون ترش بکنن این چراغا رو گذاشتن که سریع بپیچیم بریم. بعضیا باور نمیکنن یا اعتماد ندارن یا میترسن، به خاطر همین نگاه میکنه، ترمز میکنه که یه موقع کسی از سمت راست نیاد مثلا وقتی میخواد بپیچه، در صورتی که اینجوری نیست. وقتی که این فایل روشنه، فلش در حقیقت، اگر بخوایم راحت تر بکنیم که همه متوجه بشیم، سریع میپیچیم، حالا چه چپ باشه چه راست باشه، ما اجازه داریم که سریع بپیچیم بدون اینکه بخوایم مثلا نگران این باشیم که کسی بیاد یا نیاد.
فقط یک جا هستش که وقتی این فایل روشنه باید احتیاط بکنیم، اونم اینه که ببینیم دم چراغ بچه‌ای وایساده یا مثلا پیرمرد پیرزنی وایساده یا کسانی که معلولیت دارن. اونجا باید یکم احتیاط بکنیم چون اعتمادی به اونها نیست و هر لحظه احتمال خطا وجود داره. در غیر این صورت تکرار میکنم، وقتی که فایل داریم سبز هست ما میتونیم بلا فاصله بپیچیم و بریم و نگران هیچ چیز هم نباشیم.